هستم، کلاس چهارم ابتدایی اینجا مدرسه فرهنگ است. من 3 سال در این مدرسه درس میخونم. بعد این مدرسه خیلی خوبیه. مدیر اینجا آقای مادر مسلی هستم. ما هر روز با هم شیطونی یا بازی میکنیم. اینجا صف میبندیم، بعدم دیگه شیطونیامون اینه که میریم همین میریم زیر میز، دیگه بعضی موقع ها میزنیم دستمون رو میزنیم به هم دیگه، بعضی وقتا میزنیم روی میز، بعدش همسایه ها از ما شکایت میکنیم، بعض موقع هم میزا رو میزنیم به دیوار. بله، یک شنبه ها هم صبحانه داریم، کله ها رو میزنیم به دیوار. یه بار زد مریم سفری، بعدش من داغون شدم. اینجا بازی میکنیم، دیگه صف میبندیم، خیلی کیف داره اینجا با این که کوچیکه اما خیلی باسم. ما میخواییم مدرسه بزرگتر بگیریم، اما هر کاری میکنه مدیرمون نمیشه. میخوای بعد از زوریا و صوفیا با هم باشه. اینجا بازی کردن با دوستام خیلی کیف داره. 19 سال است که ما اینجا در همین منطقه، برای بچه هایی که در اینجا بودن، حالا به هر دلیل گفتم نمیتونستن مدارس دولتی برن، این مدرسه برپا بوده که خوشبختانه الان بیش از نیمی از آموزگاران مدرسه، ناظم مدرسه، کسایی هستن که خودشون اینجا از 7 سال، 8 سال، 9 سال پیش ما درس خوندن، دانش آموزی ما بودن، بعد که تونستن وارد مدارس دولتی بشن، اونجا دیپلمشون گرفتن، دوره تربیت معلم گذروندن، بعد دوباره اومدن الان با ما همکاری دارن و اینا. خودشون چون بالاخره این مشکلات فرآیند آموزشی رو طی کردن، با دلسوزی تمام و با حداکثر تلاششون برای بچه‌ها دارن کار میکنن. خوشبختانه این هم از دستاوردهای، بخشی از دستاوردهای خوب مدرسه است. من میبینم که وقتی کاری که داریم میکنیم اینجا، در آغاز سال میبینیم 60-70 تا دانش آموز کلاس اولی داره، میبینیم نه خوندن بلدن نه نوشتن و هیچ کار نمیتونن بکنن، اما در پایان سال شما میبینید خیلی مثل بلبل دارن میخونن مینویسن و این واقعا خستگی یک سال کار رو از جان ما به در میکنه. و همچنین بچه های دیگه فراوانی که تونستن از اینجا برن وارد دانشگاه بشن، الان تعداد زیاد از شاگردان سالهای دورم در مقطع دکترا دارن درس میخونن، در مقطع فوق لیسانس هم بهترین دانشگاه ایران دارن درس میخونن، یا رفتن خارج از ایران اونجا هم مشغول به تحصیلن. خب این مدرسه حکم یک پولی رو داشته که اینا حالا به هر دلیل در اون مقطع زمانی که نمیتونستن تحصیل بکنن، اینجا براشون با همین امکانات کم، با همین فضای کوچک، با همین ساختمان قدیمی تونسته براشون این شرایط تحصیل فراهم بکنه که الان تونستن به بخش از آرزوهاشون برسن. من خوشحالم که هر روز صبح وقتی سمت مدرسه میام میبینم بچه ها هر طرف دارن میدونن، بچه ها کچولو دارن میرن سمت مدرسه ها میرن، مثلا اونجا چندین تا مدرسه دوربر ما هست، شاگرد ها دارن میرن مدرسه اونجا با شوق و ذوق، و بچه هایی را میبینم که با خوشحالی دارن میان این بر، و این برای من بسیار خوشایند است، برای هم برای من و هم همکارانم هم که تونستیم یک فضای صمیمانه و دوست داشتنی رو برای بچه فراهم بکنیم که اینجا با امید شب بخوابن و با اشتیاق صبح از خواب پاشن و بدون بیان سمت مدرسه و دانش بیاموزن. Thank you.